درود بر شما همراهان عزیز برای شنیدن اخبار بدون سانسور لطفا کانال رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله از جدیدترین رویدادها با خبر شوید اسرائیل سپاه قدس را هدف قرار داد. ساعتی پیش هواپیماهای اسرائیلی یکی از مهمترین پایگاه های مخفی سپاه قدس با پوشش حزب الله در جنوب لبنان را بمباران کردند. پس از این حملات موشکی و هوایی صدای آمبولانس در محل شنیده شده. بنیگانتز گفت جمهوری اسلامی تنها ده هفته تا دسترسی به مواد لازم برای ساخت سلاح اتمی فاصله دارد. وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد جمهوری اسلامی به زودی در موقعیتی خواهد بود که قادر به ساخت سلاح اتمی است. خبرگزاری آلمان روز چهارشنبه 13 مرداد ماه به نقل از بنی گانتز نوشته جمهوری اسلامی تمام مقرراتی که در توافق برجام درد شده را نقض کرده. گانتز در ملاقات با سفیران کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرده جمهوری اسلامی تنها حدود ده هفته تا دستیابی به مواد لازم برای ساخت سلاح اتمی فاصله دارد. وزیر دفاع اسرائیل همچنین روز گذشته در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به کشتی مرسر استریت گفته بود هر تفاهمی با جمهوری اسلامی باید شامل از میان برداشتن تهدید تهران برای منطقه باشد. وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرده بود زمان اقدام علیه جمهوری اسلامی اکنون است. و اما اسرائیل تروریست سعید آقاجانی را عامل حمله اخیر به کشتی تجاری دانست. یکی از فرماندهان ارشد هوافضای سپاه تروریستی پاسداران مسئول حمله به کشتی مرسر استریت است. روز چهارشنبه 13 مرداد ماه به نیگانتز وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد سعید آقاجانی فرمانده واحد پهبادی سازمان هوافضای سپاه پاسداران مجری اصلی حمله اخیر به کشتی مرسر استریت در آبهای دریای عمان بود. وی اضافه کرد سعید آقاجانی تجهیزات آموزش و برنامه ها را ارائه می کند و مسئول اقدامات تروریستی بسیاری در منطقه بوده است. وزیر دفاع اسرائیل علاوه بر تروریست آقاجانی امیرعلی حاجیزاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را نیز عامل دهها حمله پهبادی و راکتی اخیر در منطقه عنوان کرد و شواهد نشان می دهد اسرائیل برای ترور حاجیزاده برنامه دارد. تصویر حاجیزاده در جلسه وزیر جنگ اسرائیل و اما سعید آقاجانی کیست؟ مقامات در تهران حمله به کشتی را که تحت مدیریت یک شرکت اسرائیلی قرار داشت تکذیب کردند. اما ابعاد این حمله که دو کشته بریتانیایی و رومانیایی بر جای گذاشته به سرعت وسیعتر شده. و شکایت بریتانیا، رومانی و لیبریا در شورای امنیت سازمان ملل به ثبت رسیده. در حالی که نام امیرعلی حاجیزاده فرمانده هوافضای سپاه با توجه به نقش او در فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی آشناتر است، اطلاعات کمتری درباره آقاجانی فرمانده شاخه پهبادی سپاه وجود دارد. تا جایی که حسین دلیریان از چهره امنیتی در توییتی نوشت میگم سعید آقاجانی آراجانی تو پهبادی سپاه نداریم و سپس به کنایه تصویری از سعید آقاخانی بازیگر ایرانی را منتشر کرد رسانه های اسرائیلی در جریان حمله شهریور 1398 به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی نام آقاجانی را مطرح کرده و نام کوچک او را سعید معرفی کرده بود. با این حال رسانه های نزدیک به سپاه آقاجانی را با نام کوچک حمید معرفی کردند. تصنیم در گزارشی در اردیبهشت بهشت 1398 حمید آقاجانی را از اولین فرماندهان یگان پهبادی رعد سپاه پاسداران معرفی کرده. این گزارش می گوید که آقاجانی در جریان عملیاتی در سال 1363 در خورم شهر جانباز شده است. تصنیم در جریان میزگردی که در مورد تجربه عملیات پهبادی با حضور آقاجانی برگزار شده تصویری از او منتشر کرده در این گزارش موضوع میزگرد اولین فرماندهان یگان پهبادی رعد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازخانی ضرورت و شرایط تشکیل این یگان و اقدامات آن در دوران جنگ عنوان شده در این گزارش نام حمید آقاجانی در بین نامهایی مانند کازم حیدری، مسیح کشاورز، حاج آقا و شهید میرهاشمی به عنوان هسته اولیه یگان رد اعلام شده. به نگانتز وزیر دفاع اسرائیل میگه که آقاجانی مسئول تأمین تجهیزات، آموزش و برنامه ریزی برای اقدامات تروریستی سپاه پاسداران در منطقه است. همچنین در گزارشی گفته بود که آقاجانی و امیرعلی حاجیزاده بر روند اعزام پهبادها برای حمله به آرامکو در عربستان سعودی نظارت داشتند و خبری فوری استقرار نظامیان آمریکایی در تنگه هرمز اسرائیل نوشته آماده ی حمله به جمهوری اسلامی هستیم تنش در خاورمیانه با جنجال آفرینی جمهوری اسلامی و تهدید جامعه جهانی به پاسخی قاطع افزایش یافت. به دنبال حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری اسرائیلی، جامعه جهانی تاکید کرد که به این تنش آفرینی پاسخ قاطع خواهد داد. بر اساس آخرین گزارش ها، نظامیان آمریکایی از صبح امروز حضور گسترده‌ای در اطراف تنگه هرمز داشتند و این حضور ملموس است. همچنین امروز بنیگانتس وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که کشورش آماده ی حمله به جمهوری اسلامی است. بنیگانتس گفت روی کرد رئیس جمهور جدید رژیم ایران بسیار افراطی است. آماده ی مقابله با ایران در جبهه های مختلف هستیم. جهان باید با رژیم ایران به صورت نظامی برخورد کند. و اما صاحبان اصلی بیت خامنه ای رئیس مجلس روسیه وارد تهران شد تا در تحلیف مهره خود شرکت کند و خبر جالب فردی که از سوی ظریف ازل شد جانشین او می شود حسین امیر عبداللهیان معاون معزول وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در سالهای اول وزارت محمد جواد ظریف در دیدارهای خارجی ابراهیم رئیسی حاضر شده و گمانه هایی مبنی بر اینکه گزینه جانشینی ظریف در وزارت امور خارجه است مطرح شده حضور او در دو دیدار اخیر ابراهیم رئیسی با وزرای خارجه بوسنی و عمان که به تهران سفر کردهاند این گمان زنی را تقویت کرده درباره حسین امیر عبداللهیان چه میدانیم امیر عبداللهیان در حال حاضر مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی و مدیر کل امور بین الملل آن است. و این کرسی را از زمانی که از معاونت امور عربی وزارت امور خارجه برکنار شد در اختیار دارد. امیر عبداللهیان از دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد معاون وزارت خارجه در امور کشورهای عربی بود. او از چهره بسیار نزدیک به نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. به ای که معمور سپاه قدس در وزارت خارجه توصیفش میکردند اغلب سفرای جمهوری اسلامی در کشورهای عربی از درجه داران نیروی قدس سپاه هستند و حضور امیر عبداللهیان در معاونت امور عربی هماهنگی احتمالی میان دو طرف را تسهیل می کرد. جانشین او حسین جابر انصاری هرگز موقعیت امیر عبداللهیان را پیدا نکرد و از سوی نیروی قدس زمامدار اصلی سیاستهای های منطقه ای ایران جدی گرفته نشد. حسین امیر عبداللهیان که احتمالا به زودی صندلی وزارت را پس از هشت سال از ظریف تحویل میگیرد در کارنامه دیپلماتیک خود و در رقابت داخلی امتیازی به محمد جواد ظریف دارد او جزو معدود مقامهای جمهوری اسلامی است که سالها پیش از ظریف و با اجازه خامنه ای به صورت مستقیم در مذاکرات رودر رو با ایالات متحده شرکت داشته این مذاکرات در بغداد و در سطح سفرای جمهوری اسلامی و آمریکا انجام می شدن و نخستین مذاکرات علنی بودند که در زمان حکمرانی خامنه ای با آمریکا انجام شد. وزارت احتمالی او رسیدن میدان به دیپلماسی است. اصطلاحی که ظریف برای اشاره به تضاد سیاست های نیروی قدس سپاه با دیدگاه وزارت امور خارجه به کار برد و خامنه ای آن را تکرار صدای دشمن عملیاتی داریم با همکاری نیروهای مسلح سوریه و اینا که یه منطقه ای رو بریم آزاد بکنیم که در اختیار تروریست هنوز در مثلا شرق فرات در سوریه شب سردار رو تو خواب میبینیم روی نقشه به ما میگه این تصویری که کشیدید از اینجا برید به نتیجه نمیرسید و رو این مسیر رو باید برید تیک کنید و ما فردا با اون نقشه میریم این دیگه خیلی باید اون سیمشون وصل باشه این ارتباطات رو داشته باشن لطفا با لایک کردن این ویدیو به بیشتر دیده شدن این اخبار کمک کنید سپاس